یک نکته دیگر در هیئت‌ها عنصر منبر، عنصر مداحی، عنصر مستمع و مخاطب، اینا از عناصر اصلی هست. دو ستون مهم و پایدار هیئت عبارت است از اون منبری و واعظ و این مداح. حالا در مورد منبر و منبری عرایزی داریم ما، جاش اینجا نیست، در وقت خود با مخاطبین خودش عرض خواهیم کرد. در مورد مداحی دو سه نکته من عرض میکنم که مربوط به شما عزیزان ماست. یکی این که همونطور که عرض کردیم مداحی یک هنر منحصر به فرده، یعنی ما شبیه این رو نداریم جاهای دیگه. این جاهای دیگه ابتهال و از این چیزا هست، اما با مداحی فرق داره. مداحی یک هویت دیگر و یک حقیقت دیگری است. و گفتیم رابطه، نوع رابطه مخاطب این هنر و هنرمند یه نوع خاصی از رابطه است. هم دل رو صفا میده، دل مخاطب رو صفا میده، روشن میکنه دل او رو. این عشقی که میبینید جاری میشه، این عشق از دل برمیخیزه، عشق از دل. خاک دل اون روز که میبیختند، شبنمی از عشق در او ریختند. دل چو با اون قطره غم‌اندود شد، بود کبابی که نمکسود شد. دیده عاشق که دهد خون ناب، هست همون خون که چکد از کباب. این عشقها از دل برمیخیزه، مال دل اینا، دل رو صفا میده. بعد مستمع رو به عمق تاریخ میبره، مستمع رو در حال حاضر نگه نمیداره. مداح میبره این دل رو به عمق تاریخ، حقایق تاریخی رو براش مشخص میکنه. بعد به اون معرفت دینی و اخلاقی و سیاسی میبخشه. یعنی مداح همه این کارها رو انجام میده، هم معرفت دینی است، هم معرفت اخلاقی است، هم معرفت سیاسی است. مکرر عرض کردیم این شعرهایی که اول منبر میخونید اگر شعرهای اخلاقی باشه خیلی با ارزشه، هم شعرهای معرفتی هم شعرهای اخلاقی، شعرهای صائب و بعضی از غزلیات صائب، البته نه همش، اینها با ارزشه. امروز هم بحمدالله شعرهای آیینی ما در کارن. من این رو هم عرض بکنم، شما و شعرهای آیینی به هم کمک میکنید، یعنی شما که مداح هستید موجب اعتلاء شعر آیینی میشید، یعنی شما موجب میشید وقتی شعر رو تکرار میکنید، میخونید، شاعر رو به هیجان میارید، شاعر رو وادار میکنید، شعر رو بالا میبره حقیقت. بنابراین شما به شاعر کمک میکنید، شاعر هم به شما کمک میکنه. وقتی شما شعر خوب رو در منبر میخونید، در حقیقت جایگاه خودتون رو ارزشمند میکنید.